سلام دوستان امیدوارم که خوب باشید با یک ویدیوی جدید از تازه ترین خبرهای مربوط به فرانسه در خدمت شما عزیزان هستم همونطور که میدونید تا چند روز آینده مرحله دوم محدودیت ها کاهش پیدا خواهد کرد و نه تنها مقررات من رفت و آمده دو در واقع در فرانسه دو ساعت به عقب کشی نمیشه بلکه مغازه ها، کافه ها، رستوران ها موزه ها و سالن های نمایش سینما کار خودشون رو با یک سری محدودیت های جدیدی آغاز خواهند کرد. پیش از اینکه به در واقع این خبر بپردازیم و همچنین اطلاعاتی در مورد واکسیناسیون در فرانسه و روند شیوع کرونا در این کشور بپردازیم اگر که هنوز عضو به کانال یوتیوب ما نشدید میتونید با زدن بر روی دکمه سابسکرایب عضو به کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید همچنین اگر که فکر میکنید که این اطلاع رسانی و خبررسانی به زبان فارسی برای شما عزیزان مفید هستش خیلی ممنون میشیم که این ویدیو رو لایک کنید این کار باعث حمایت از ما میشه و همچنین به ما انگیزه بیشتری میده که تولید محتوای این چنینی برای شما عزیزان داشته باشیم بریم با همین خبر رو ببینیم خب همونطور که اطلاع دارید در واقع دو هفته قبل امانوئل مکرون یک برنامه چهار منحلی رو برای بازگشت به وضعیت عادی در فرانسه اعلام کرد با اینکه بسیاری از متخصصان اپیدمی معتقدند که فرانسه همچنان در شرایط حساسی به سر میبره و بر اساس آمار توی اروپا جز اولین کشورهایی هستش که در واقع شیوع کووید در اون بسیار زیاد هستش اما این این انتقاد باعث در واقع تصمیم دولت فرانسه یعنی باعث صرف نظر کردنشون از این تصمیم نشده و اونها مصمم هستن که این چهار مرحله رو برای رفع کامل محدودیت ها انجام بدن اولین مرحله سوم می بود دومی مرحله از پس فردا چهارشنبه 18 ماه می خواهد بود که نه تنها مقررات رفت و آمد دو ساعت به عقب کشیده میشه یعنی از ساعت به جای ساعت هفت شب از ساعت 9 شب میشه بلکه مغازه ها کافه ها و رستوران ها البته کافه ها و رستوران ها فقط در فضای باز و با حداکثر شش نفر در یک میز و همچنین موزه ها و سالن های نمایش و سینما هم در واقع کار خودشون رو با یک سری محدودیت های در واقع که به صورت تدریجی آغاز خواهند کرد البته دولت پیشبینی کرده که در واقع در صورت شتاب گرفتن مجدد اپیدمی برنامه کاهش محدودیت ها رو متوقف کنه اما چنان که روزنامه لومون می نویسه رئیس جمهور فرانسه به طور کلی با نگاهی خوشبینانه با مشکل برخورد کرده است در واقع او آگاهانه پذیرفته که باید با این اپیدمی زندگی کرد امانوئل مکرون و مشاورانش امیدوارن که مردم با آمادگی و تجربه که طی یک سال اخیر کسب کردن بتونن مراحل بازگشایی رو با احتیاط و هوشیاری از سر بگذارن برخلاف نظر برخی کارشناسان که سختگیری و قاطعیت بیشتری رو در مبارزه با کرونا خواهان هستن امانوئل مکرون به این نتیجه رسیده که نمیتوان فعالیت ها و زندگی اجتماعی رو برای مدت زیادی متوقف کرد او امیدوار است که فرانسوی ها حاشیهای و باریک برای مماشات با کرونا بیابند این در واقع ترجمه خبری بود که از روزنامه لومون خدمتتون اعلام کردم اما در مورد واکسن در واقع در فرانسه شمار افرادی که دست کم یک دوز واکسن کرونا رو دریافت کردن از 20 میلیون نفر فراتر رفت. دولت فرانسه هدف واکسیناسیون 30 میلیون نفر رو بر اساس ها تا نیمه جوان پیش بینی کرده اون چیزی که اعلام شده در واقع در مورد واکسیناسیون این هستش که فعلا در حال حاضر واکسیناسیون برای 50 سال به بالا کاملا انجام میشه و آدم در واقع افراد میتونن وقت بگیرن و واکسن بزنن برای دیگر سنین هم شروع شده به شرط اینکه دوز اضافی در اون مرکز واکسیناسیون وجود داشته باشه برای این اگر که شما میخواید که در فرانسه زندگی میکنید و میخواید که واکسن بزنید از وبسایتی که در زینویس همین ویدیو و همچنین در دسکریپشن این ویدیو براتون میذارم میتونید ای که هستید رو انتخاب بکنید و از اونجا در واقع واکسن رو وقت بگیرید و اگر که دوز اضافه داشته باشم واکسم بزنید بریم با هم یک نگاهی به این وبسایت بندازیم خب ببینید این وبسایت ویت مدوز هستش فرض بفرمایید که من اینجا آدرس در واقع پاریس رو میزنم پاریس یک اینجا تمامی مراکزی که در پاریس یک هستش و زمانهای دیسپونیبلی که برای در واقع راندو وجود داره رو به شما نشون میده و شما میتونید بر روی گزینه پانگاند بو کلیک بکنید و اگر که وقت آزاد داشته باشه میتونید وقت بگیرید و واکسن بزنید اما در مورد آخرین روند واکسیناسیون در فرانسه خدمتتون بگم خب روند واکسیناسیون همونطور که میبینید کاملا داره سودی میشه خوشبختانه و تا کنون حدود سی درصد جمعیت فرانسه یعنی نزدیک به 20 میلیون نفر واکسن زدن دوز اولش رو و حدود 13 ممیز دو دهم درصد یعنی بیش از 8 میلیون و 800 هزار نفر به طور کامل واکسینه شدن میدونیم که برای مقابله با اپیدمی نیاز هستش که 65 درصد جمعیت واکسینه بشه اینجا هم آخرین آمار مربوط به شیوع ویروس کرونا در فرانسه خدمتتون میگم خب همونطور که میبینید در این نمودار نهم نوامبر پیک اول بود و در واقع میشه گفتش که 16 شون، آوریل 15 16 آوریل میشه گفت پیک دوم بود به دلیل اینکه خب میبینید بسیار تعداد مبتلایان زیاد هست اما خوشبختانه از 15 ماه آوریل یعنی از یک ماه گذشته تا کنون روند کاملا نزولی بوده و این خب خیلی مؤثر هستش به نظر میرسه که واکسیناسیون داره اثر خودش رو میذاره در این حال این محدودیت های دوم هم اثر گذار بوده و به طوری که در هفت, در هفت روز گذشته حدود 13 هزار مبتلا ما داشتیم هرچند که خب این هم باز زیاد هستش در فرانسه تا کنون از ابتدای شیوع ویروس کرونا بیش از 5 میلیون و 860 هزار نفر مبتلا شدند که از این میزان بیش از 108 هزار نفر متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن این در حالیه که در کل دنیا از زمان این همه گیری 163 میلیون مبتلا داشتیم و بیش از 3 میلیون و 370 هزار نفر هم متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن همونطور که بهتون گفتم این شرایط در واقع رفع چهار مرحله ای محدودیت ها که تو مرحله اول این ده کیلومتر برداشته شد تو مرحله دوم کافه ها رستوران ها و دیگر جاها با محدودیت های کمتر بازگشایی میشه و خروج از خانه از ساعت در واقع نه شب ممنوع خواهد بود یعنی تا الان که من این ویدیو رو زد میکنم هفت شب به بعد ممنوعه ولی از در واقع هجدهم ماه می از ساعت نه شب به بعد ممنوع خواهد بود و در مرحله سوم باز محدودیت های بیشتری در واقع رفع میشه و به دین ترتیب اگر که شرایط بغرنجی پیش نیاد و روند بر اساس پیش های دولت نزولی باشه یعنی روند مبتلایان نزولی باشه در این صورت محدودیت ها به طور کامل در فرانسه برداشته خواهد شد امیدواریم که این اتفاق زودتر بیفته و همچنین امیدواریم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه اگر که این ویدیو رو دوست داشتید خیلی ممنون میشیم که اون رو لایک کنید اگر هم هنوز عضو کانال یوتیوب امید تیوی نشدید میتونید با برای دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار